خبر تازه و بسیار خوب و خوش در رابطه با فنجان نابغه. نه قدو، نه کوچک و نه رئیس، چون کلمه قدو یک کلمه توهین آمیز است که فنجان قابل توهین کردن نیست. کلمه کوچک به اشخاصی گفته می شود که یا واقعا از لحاظ سن کوچک باشد و یا از لحاظ شخصیت. پس فنجان یک جوان 16 ساله با استعداد و با شخصیتی است که با وجود نرفتن به مکتب، نبودن در اجتماع و جمعیت، ولی با وجود این همه یک شخصیت مفید در جامعه بوده می تواند، چرا که اطفال امروزی می توانند از فنجان و افکار وی درسی خوب داشته باشند. با خبر امروزی در مورد کامیابی بزرگ به حق فنجان مطمئن هستم همگی مانند من خوشحال و خرسند خواهد شد. پس لطفاً تا آخر این ویدیو ما را همراهی کنید. با عرض سلام و ادب خدمت شما مخاطبین عزیز، قسمی که امگی در مورد فنجان و شخصیت وای معلومات کافی دارن، به خصوص در این اواخر فنجان بیشتر و بیشتر محبوب و معروف شده است، در صفحات اجتماعی و حتی در قلب‌های امگی از هموطنانمون جای خاصی دریافت کرده است که این همه داد خداوند است. واقعا این را گفته می توانیم که خداوند همیشه کاری را انجام می دهد که به خیر و خوبی بنده او باشد. پس امروزی فنجان هم به نفع هست. بعد از دانستن در مورد فنجان، عارف نوری رئیس انجمن سینماگران در افغانستان یک شخصیت قابل اعتماد، جوان و صادق از فنجان خواست تا یک قرارداد با وی امضا کند تا فنجان بتواند برنامه های تصویری با نوع مختلف با اشخاص معروف و محبوب کشور داشته باشد و به این طریق بتواند برای فامیل خود کمک مادی کرده و به آرزویی که وی داشت یک گوینده و به گفته خود فنجان نطاق شود. این آرزوی وی نیست، در این برنامه برآورده خواهد شد. البته این قرارداد به مدت 10 سال امضا شده است که فنجان با تمام وجودش همراه با این کانال یا چینل با همراهی تیم این کانال برای 10 سال همراهی خواهد داشت. واقعا آقای عارف نوری اقدامات قابل قدری کرده است. امیدوار هستیم که با وای صادق باشند و از ایشان سودجویی نشود. فنجان و خانواده محترمشان بسیار آدمهای خوبی هستند و واقعا فنجان نیاز به همچو کمک داشته و دارد. قسمی که امگی وای را دوست دارند و یک استعداد قابل قدر نیست دارد که از آن استفاده باید شد. وحی نوه کمک می تواند تا اخیر زندگانی از فنجان حمایت مالی کند. مهمتر از همه این است که از این به بعد فنجان در خانه بوده تعلیمش را ادامه خواهد داد که این بهترین کار به حق فنجان و آینده اوست تا وی بتواند خواندن و نوشتن را نیز یاد بگیرد. من شخصا با چنین افکار خیلی خوشحال شدم، ولی ای کاش در اینجا صداقت وجود داشته باشد. انسان های ارزشمند به هیچ دلیل و به هر آن و به هیچ نگرش به مادیات دنیوی برای اثبات اقانیت، محبت و همدیگر پذیری در هر گونه شرایط کنار هم می باشند و پیش می روند تا رسیدن به سعادت دنیوی و آخروی. انگار زندگی را بر مبنای عقل انتخاب نمودند. وجود آدمی با داشتن قلب رهوف و مهربان جدا از حرف مادیات ارزشمند است و مایه حیات و بقا می باشد. خب دوستان عزیز، امیدوارم همگی ما و شما از فنجان حمایت کنیم تا با چند درصد پولی که برایش از کانال داده می شود مشکلات خودش و فامیلش را حل کند. اگر در این رابطه پیامی داشتید لطفاً در کامنت بنویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.